با سلام، باز هم به یکی دیگر از ویدیوهای لرن تیوی خوش آمدید. آیا در مورد خرید فروش موی انسان چیزی شنیده اید؟ خرید فروش موی انسان یک تجارت سودآور در جهان است. در هند، چین و اروپای شرقی افرادی در روستاها می گردند و زنان بیچاره و فقیر را متقاعد می کنند که در ازای مبلغ کمی موی خود را به آنها بدهند. گاهی مردان همسران خود را مجبور می کنند موهایشان را بفروشند و بچه های فقیر هم در ازای اسباب بازی موهایشان را می فروشند. از همه بدتر این که بسیاری از معابد جنوب هند هم میلیون ها دلار از نظرهای مذهبی زائران ناآگاه سود می کنند. اهدا کنندگان مو که اغلب افراد فقیر هستند هرگز هیچ پولی دریافت نمی کنند. بسیاری از زنان حتی نمی دانند که موهایی که نظر سلامتی شوهران و نمرات مکتب بچه هایشان کرده اند و قیمتهای بالایی به خانه های مد فروخته و به کلاهگیس تبدیل می شود. معبد ونکات سوارا در شهر تیرومالا به خاطر نظرهایی که با آن اهدا می شود یکی از ثروتمندترین و پربازدیدترین زیارتگاه های جهان است. به طور میانگین روزانه 50 تا 100 هزار نفر این معبد را زیارت کرده، ده ها هزار نفر از آنها طبق آیین مذهبی موی خود را می تراشند. قبلا این مو به رودخانه انداخته می شد، اما امروز به فروشندگان کشورهای غربی فروخته می شود و معبد سالیان از 3 تا 6 میلیون دلار سود می کند. موی هندی بسیار پرطرفدار است، زیرا به طور طبیعی ابریشمین است و بیشتر زنان روستایی که موی خود را اهدا می کنند هرگز از رنگهای مصنوعی استفاده نکردند. برخی از موها نیست تا به حال کوتاه نشده اند. بلندترین موها از همه گرانتر هستند و هر کیلوگرم از آنها 300 تا 400 دلار فروخته می شوند. با کیفیت ترین موها حتی به قیمت 800 دلار هم فروخته می شوند. بزرگترین سهام موی هندی مربوط به یک شرکت ایتالیایی است که محصولات موی خود را به 60 کشور و بیش از 40 هزار سالن می فرستد. در سالن‌های بزرگ لندن اکستنشن کامل سر تا بیش از 1100 دلار هزینه دارد که تا 6 ماه روی سر باقی می‌ماند. گفتنی است که اخیراً تجارت مو در افغانستان نیز رونق پیدا کرده. با نقل از رادیو آزادی در حال حاضر 20 شرکت در این زمینه در شهر کابل فعالیت دارند. مسئولان این شرکت‌ها می‌گویند که از طریق خرید و فروش مو ماهانه میلیون‌ها افغانی درآمد دارند. آنها می گویند که از موی جمع آوری شده در ساختن کلاه، موی مصنوعی، لباس و برخی اشیای دیگر استفاده می شود. حبیب الله مسئول یک شرکت چینی در شهر کابل است. او می گوید موی جمع آوری شده را بسته‌بندی کرده و به چین و برخی کشورهای دیگر صادر می کند و بابت این تجارت به حکومت 20% مالیه می دهد. همچنان شماری از آرایشگاه ها هم موی زنان را می خرند. سعیده که مسئول یک آرایشگاه در شهر کابل است میگوید ارزش مو بر اساس کیفیت آن تعیین می شود. مثلا موی جر 3000 و قیچی شده 1200 افغانی است. دلیل قیمت بودن موی جر هم در این است که از آن در کشت مو استفاده می شود. تشکر از این که تا این لحظه ما را همراهی کردید. تا ویدیوی دیگر خدا نگهدار، شاد و موفق باشید.